من کریستال دیرورس عصب شناسم و دکترامو از مؤسسه فناوری کالیفرنیا یا کلتک در پاسادنا گرفتم. تغذیه یکی از اساسی ترین نیازهای بشری است، اما با شتاب سریع رشد جمعیت چطور میتوان به افراد گرسنه در سراسر جهان غذا رساند؟ چطور میتوان از دانش و نوآوری برای تقویت ظرفیت‌های بشری در رشد غذا به گونه‌ای بهره جست که اکوسیستم‌ها و زیستگاه‌های حساس کره زمین را نابود نکند؟ شیوه‌های کارآمد و مسئولانه کشاورزی میبایست به عنوان بخشی از پاسخ ما به چالش پایداری باشد، اما آیا پیش از آن که دیر شود دانش میتواند به منظور برآوردن نیازهای بشر با سرعتی کافی دست به کار شود؟ تقریباً 40% سطح خشکی‌های زمین به کشاورزی اختصاص داده شده است و حدود 70% منابع آب شیرین زمین به مصرف تولید غذا می‌رسد. با این همه، صرف نظر از میزان چنین تلاش‌های زراعی، بیش از 820 میلیون نفر در سراسر جهان هر شب را گرسنه به صبح می‌رسانند و 150 میلیون کودک از تغذیه کافی برای دستیابی به رشد طبیعی محرومند. اخیراً 37 دانشمند پیشرو نتایج تحقیقاتی را منتشر ساختند که می‌گوید لازم است رژیم غذایی سالم جدیدی برای سراسر جهان در نظر گرفته شود که ازدیاد مصرف سبزیجات، میوه، دانه ها و حبوبات را تشویق و از مصرف گوشت و لبنیات بکاهد. این یافته‌های علمی اهدافی است در راستای تغذیه 10 میلیارد نفر جمعیت ساکنان احتمالی زمین تا سال 2050. با در نظر داشتن چنین آینده‌ای نگاهی می‌اندازیم به دو نوآوری در کشاورزی که همکنون در کالیفرنیا در دست آزمایش است. هر دو تکنیک برای کمک به تغذیه سیاره‌ای گرسنه ابداع شدند با حفظ پایداری منابع طبیعی از جمله زمین، آب و امنیت نیروی کار. در حالی که 90% توت فرنگی های مورد استفاده ایالات متحده در ایالت کالیفرنیا پرورش می‌یابد، زارعان برای برآوردن تقاضا چه می‌کنند؟ می‌خواهیم ببینیم که این مزرعه کوچک دست به چه ابتکاراتی زده تا تولید محصول را افزایش دهد. سپس نگاهی می‌اندازیم به فعالیت یکی از بزرگترین کشاورزان گلخانه‌ای آمریکا که پیشرفته‌ترین فناوری‌ها را به کار می‌گیرد. گروهی از کارشناسان در گلخانه‌ای به وسعت 40 هکتار در همکاری با طبیعت در زیر سقف شیشه‌ای به رشد و پرورش مداوم محصول کاملی در یک اکوسیستم مصنوعی می‌پردازند. آکسنارد کالیفرنیا، شرکت‌های وابسته به ریتر، بزرگترین تولید کننده توت تازه دنیا. فرانسیسکو فلورس، بذرشناس، برای شرکت‌های وابسته به ریتر کار می‌کند. در این مزرعه به جای کشت سنتی توت فرنگی در خاک هم سطح زمین، 3 هکتار محصول در بستری آزمایشی روی میزهای مخصوصی با استفاده از شیوه‌ای به نام کشاورزی بنیادی کشت می‌شوند. در این شیوه محصول در ظروف مخصوصی کشت و رشد می‌یابد. توی خاک نیست که مثلا بریم بکنیم و توش بکاریم. اگه نارگیل دیده باشی این اندازه است و قسمت سفید گوشتش اینقدره. قسمت دیگه شو تو کشورهایی مثل سریلانکا و هند میسابن و باش الیاف نارگیل درست میکنن که اینجا دارم که میتونم بهت نشون بدم. ببین اینجوریه، یعنی ما اینجوری ازشون میخریم، بهش میگیم الیاف نارگیل. خیلی الیاف داره، یه عالمه الیاف. آره، میشه دید که رشته رشته است. دقیقا، به نظر خیلی ساده میاد ولی عملا خیلی تکنیکیه. فقط شرکت های حرفه‌ای میتونن این محصول رو طوری تولید کنن که مقرون به صرفه باشه. اینطور نیست که بتونه تو حیات خونش اینا رو بسابه و به عموم بفروشه. خوبی کشاورزی بنیادی اینه که ما اینا رو توی ظرفای مخصوصی پرورش میدیم که آب و هوا رو در خودش نگه میداره. خاک عادی معمولا یکی از این دوتا رو در خودش نگه می‌داره، یا آب یا هوا. مثلا بعد از اینکه بارون میاد خاک خیلی آب داره و گیاه راحت میتونه آبو جذب کنه، ولی آب زیاد باعث میشه که خاک اکسیژن نداشته باشه که خیلی بده. کاری که ما در کشاورزی بنیادی میکنیم ایجاد تخلخله، یعنی منفذ و شیار درش ایجاد میکنیم که میشه اینجا ببین. یعنی الیاف آب رو به خودشون میگیره. دقیقاً. منتها در این حال یه عالمه هوا هم بهش میرسه، یعنی هر دو عامل با هم حضور داره که تو خاک امکانش نیست. این برای گیاه بهتره؟ آره، واسه گیاه بهتره. در کشت خاکی همه چی بسته به آب و هواه و اینکه چقدر آب بهش بدیم. روزی یه بار یا 3 روز در میان یا احتمالاً هفته یه بار. اینجا ما هر روز آب میدیم، الان که عملا هر ساعت داریم آب میدیم. آه، خیلی زیاده که. آره، توی تابستون بسته به شرایط هر 30 تا 40 دقیقه آب میدیم. خیلی آب میدیم، به طوری که ممکنه فکر کنی حروم کردن آبه. درسته؟
ولی در خاک ممکنه یه ساعت به طور مداوم زیر آب باشن، ولی ما همش 4 دقیقه آب میدیم، یعنی هر دفعه فقط 4 دقیقه آب میدیم. چون این گیاه ها توی زمین نیستن و من میتونم سیستم آبی رو اینجا ببینم، بله. آیا میتونین آبی رو که جذب گیاه نمیشه بازیافت کنین؟ آره، یه مجرای این زیر کار گذاشتیم که مثل یه جوی آب کمی سرازیری داره که زیادی آب رو منتقل میکنه به یه منبع و ما میتونیم دوباره ازش استفاده کنیم. برای صرفه‌جویی در آب تا جایی که ممکنه جلوی هدر رفتنش رو میگیریم. معلومه که گیاهای اینجا به خوبی ازش نگهداری شده. از سقف اینجا بگو. تونل از جنس پلاستیک پلی اتیلنه برای حفاظت در برابر باد و همینطور بارون. منتها در کالیفرنیای جنوبی معمولا نیازی به حفاظت در برابر بارون نیست. یه خاصیت عمده دیگرش هم همینه که گیاهو روز و شب گرمتر نگه می‌داره. در کشاورزی بنیادی امراضی که از راه خاک منتشر می‌شوند بسیار کمتر بوده و نیاز کمتری به استفاده از آفتکش است و با کنترل منابع آب دستیابی به پایداری از راه مدیریت کود و تغذیه حیاتی ممکن می‌شود. با اینکه توی مزرعه هستیم و با خاک و آب و گیاه سر کار داریم، هنوزم کامپیوتر کنترل همه چی رو به دست داره. این سیستم لازمه چون در کشت بنیادی باید مدام آبیاری کرد. سیستم جوری تنظیم شده که به تناوبی که من تشخیص میدم آبیاری کنه و دقیقا مقدار کودی رو که من فکر میکنم لازمه به طور مداوم وارد سیستم میکنه. همه کودی رو که گیاه نیاز داره، مثل نیترات، پتاسیم، فسفات، آهن، همش رو همزمان با آبیاری و تخلیه وارد میکنیم تا نمک‌های زیادی رسوب نکنه و پس نمونه، مثل کلورید و سدیم. هر چند هفته نمونه آب رو میفرستیم آزمایشگاه و همه اونا رو اندازه‌گیری میکنیم. اسیدیته آب رو اندازه‌گیری میکنیم چون میخوایم گیاه هر عنصری رو که نیاز داره دقیقاً به اندازه‌ای که نیاز داره دریافت کنه تا خوشحال باشه و بتونه تولید کنه. تا از عهده مخارج این همه سرمایه گذاری بر بیاییم. بازرسان هنوز مشغول رصد و مقایسه کمیت بازدهی میوه‌جات در کشت بنیادی در برابر کشت سنتی در خاک هستند. انتظار می‌رود بازدهی شیوه بنیادی بسیار بیشتر باشد. گرچه سرمایه گذاری اولیه در کشت بنیادی بیشتر است، اما دلایل دیگری هم برای اتخاذ این شیوه وجود دارد. دلیل اینکه چرا توی این ارتفاع سطح زمین قرار داره برای راحتی کارگرای مزرعه است. الان توی کالیفرنیا کمبود کارگر داریم. افراد زیادی مایل به برداشت توت فرنگی نیستن چون کار سختیه. نمیدونم دیدی چطوری کار میکنن یا نه، تمام روز باید از کمر خم بشن. ما سعیمون بر این بوده که شرایط ایجاد کنیم که به جای دولا شدن کارگر گیاهو بیاریم بالا تا براشون راحت تر بشه و به این ترتیب افراد بیشتری رو به این کار جلب کنیم. سقف که با پلاستیک پوشونده شده، کف پوش هم از جنس چوبه و دیگه لازم هم نیست خم بشی، بنابراین عملا خیلی راحته. اینجا همه چی برای راحتی گیاه و کارگر مزرعه تنظیم شده. راه دیگر برخورد مزرعه داران کالیفرنیا با کمبود کارگر استفاده از تکنولوژی جدیدی مانند آگروبات یا ربات کشاورزی است. رباتی که برای برداشت توت فرنگی در مقیاس بزرگ طراحی شده است و می تواند توت فرنگی های کش شده در 10 هکتار زمین را بالقوه ظرف 3 روز برداشت کند. معادل کاری که 30 کارگر مزرعه از عهده آن برمی آیند. طراحی این ربات طوری است که می تواند رسیدگی میوه را ارزیابی کرده و آنها را چیده و بار بزند. ربات هایی که جای کارگران مزرعه را می گیرند، آینده کشاورزی را رقم می زنند. چنین ابتکاراتی فعلا تحت آزمایش است و روزی خواهد رسید که دستاوردهای بیشماری برای کشاورزی مؤثرتر در سراسر جهان به ارمغان خواهد آورد. شرکت کانادایی هاولینگ هدف مشابهی را درباره کارگران گیاهان و آینده نوآوری در شهر کاماریوی کالیفرنیا تعقیب می‌کند. این شرکت خانوادگی کانادایی 5 گلخانه عظیم در اختیار دارد و خیار و گوجه فرنگی را در آن کشت، برداشت و از آنجا حمل می‌کند. کیسی هاولینگ مبتکر این روش است. یکی از فرق‌هایی که کشاورزی گلخانه‌ای با کشاورزی در فضای باز داره اینه که ما مخصوصاً در کشاورزی گلخانه‌ای سعی داریم از بهترین مزایای هر دو عالم بهره بگیریم. واضحه که اینجا سقف شیشه‌ای داره تا نور خورشید بیاد تو. هیچ چیز بهتر از آفتاب نیست. هیچ نور مصنوعی وجود نداره که بتونه توانایی‌های باروری و رشد نور خورشید رو ارائه بده. پس ما از نور خورشید استفاده می‌کنیم. بعدم از همه جور تکنولوژی زیستی استفاده می‌کنیم. سطح دی اکسید کربن رو می‌بریم بالا. دی اکسید کربن زیادش در هوای آزاد مطلوب نیست، ولی در گلخونه چرا؟ هدف در این تو اینه که اکسید کربن 2 یا 3 برابر محیط بیرون باشه. ببین اینجوری بگم، گیاه مثل کارخونه میمونه. ما همه چی رو از مواد مغذی گرفته تا آب و نور خورشید رو بهش میدیم تا زنده بمونه و از ترکیب اینها طی فعل و انفعالاتی گوجه فرنگی بده. فرایند پیچیده‌ایه،
گیاه حالت تعادل داره، یا برگ تولید میکنه یا اینکه میوه رو میده، یعنی همون گوجه فرنگی رو میده. و شما میخواین میوه بیشتر تولید کنه؟ میخواین میوه تولید کنه ولی نه بیش از حد، چون به برگ هم نیاز هست. چون ببین بوته گوجه فرنگی یک سال است، بنابراین هدف اینه که حد اکثر تولید رو داشته باشه، ولی نباید گرسنگی بهش داد تا همه قندی رو که تولید میکنه صرف گوجه فرنگیاش بشه. هالینگ ها به این تعادل گیاهی تولیدی میگویند و نتیجهش حیرت آور است. ما الان بین ردیف بوته های گوجه فرنگی ایستادیم، از این سر تا اون سر 125 متر و اون طرف هم همینطوره، ولی همه بوته های اینجا عین همه. این برای رشد گیاه در همچین سیستمی خیلی مهمه. این لوله های روی زمین رو میبینی، اینها در واقع ریل حرکتی برای نردبون های برقی که کارگرها اینجا سوارش میشن و بین ردیف ها حرکت میکنن و اون بالا هم میتونن برن. افراد وقتی سوار اینا میشن دستشون به اون بالا هم میرسه و کارشون آسون میشه. کار چیدن در هر ارتفاعی امکان پذیر، درست در ارتفاع مناسبه. هر چیز کوچیکی روش فکر شده. این گلخانه بیش از 24 برابر یک مزرعه سنتی گوجه فرنگی محصول تولید میکند. تولید محصولی برابر با این گلخانه به 1200 هکتار زمین نیاز دارد، در حالی که این گلخانه کالیفرنیایی 50 هکتار است. رندی شا مدیر این مرکز کشاورزی توضیح میدهد که روند رشد چگونه آغاز میشود. دانه گیاه گوجه فرنگی به شکل کاشته شده توی محفظه‌های کوچک از کانادا به اینجا منتقل میشه. ما نشا رو آبیاری میکنیم و اونا رو در گلدونای مصنوعی نارگیلی میکنیم. یعنی این گلدونا از جنس پوسته و فیبر نارگیله. چرا تو گلدون رشدشون میدین؟ گزینه های دیگه هم هست، اما این از همه قابل دسترس تره. این گیاه از کانادا میاد و این گلدون ها از سریلانکا میان. به این میگن گوجه فرنگی بین‌المللی. این پیونده، این پیوند اصلی محسوب میشه. این خط رو میبینی، این ریشه ایه که در نهایت اینو تولید میکنه. نوع خاص گوجه فرنگی. میتونین انواع دیگه از گوجه رو هم با این پیوند پرورش بدین. گوجه گیلاسی یا گوجه انگوری یا گوجه گوشتی، هر کدومش. پس تمام این ردیف گیاهان قد کوتاه گوجه میشه با حدود اینقدر ارتفاع توی این گلدونا و سیستم آبیاری محدود که قراره به گیاهان بزرگی که جلومون هستن تبدیل بشن، درسته؟ این گیاه حدود 24 هفتش. هر گیاه از وقتی که میاد اینجا تا وقتی که اونقدر پیر بشه که دیگه به اندازه کافی محصول نده چند هفته عمر میکنه؟ چی باعث میشه که یه گیاه پیر به حساب بیاد؟ سوال خوبیه. کاری که ما توی این گلخونه میکنیم اینه که دمای اینجا طوری تنظیم میشه که ما بتونیم کنترل بیشتری روی محیط اینجا داشته باشیم تا برخی مزایای اقلیمی رو ارائه بدیم. این دونه خاص برای 56 هفته اینجا میمونه. هر کدوم از این خوشه ها به نظر میاد که عمرش یا مرحله رسیدنش با بقیه فرق داره. نکته مثبت درباره گوجه فرنگی اینه که به شکل خوشه‌ای محصول یا گل میده، بعد دو سه تا برگ، دوباره خوشه و دوباره برگ. میتونین بگین این خوشه یه هفته، دو هفته یا سه هفته و چهار هفتهش. مقطعی یه هفته ای داره. زمان تولید محصول و برداشت بستگی به سرعت زمان گلدهی داره. و ما باید پیشبینی زمان رسیدن محصول رو بستگی که خوشه اون بالا در چه مرحله ای انجام بدیم. اتفاقی که آن بالا و در نوک یک بوته 12 متری میافتد گل دادن است که در نهایت به یک خوشه گوجه فرنگی تبدیل میشود. با اینکه این گیاهان در یک محیط مصنوعی رشد می‌کنند، اما به طبیعت نیز نیاز دارند. ما اینجا توی این گلخانه زیبای پرورش گوجه فرنگی هستیم و زیر این سقف فوق‌العاده. اما همچنان صدای پرواز زنبورها رو داریم می‌شنویم، درست مثل فضای باز. دلیلش چیه؟ زنبورها برای کار ما اهمیت زیادی دارن و ما برای کیفیت و اندازه گوجه فرنگی‌ها به زنبورها وابسته‌ایم. اونا گرده گل‌ها رو جمع‌آوری می‌کنن و همزمان گرده افشانی هم می‌کنن. اونا در تمام طول روز فعال هستن. بعد از اینکه گرده گلها رو جمع کردن برمیگردن به خونه و دوباره میان اینجا و در تمام روز به کار ادامه میدن. بنابراین ما باید تعداد مشخصی زنبور را به ازای هر هکتار در نظر بگیریم تا گرد افشانی متناسبی صورت بگیره. پس اندازه گوجه‌های تولیدی ما گاهی بستگی به میزان بذر و میزان بذر بستگی به میزان گرده هایی داره که در گل ها کار گذاشته شده. یعنی قطعا تعادلی در میان هست.
در طبیعت همیشه مسئله تعادل مطرحه. هر هفته باید گلا رو جمع‌آوری بکنیم و درباره نحوه گردافشانی بررسیشون بکنیم تا ببینیم گردافشانی از 1 تا 5 چه نمره‌ای میگیره. نمره 1 یعنی گردافشانی پایین بوده. نمره 5 یعنی گردافشانی خیلی زیاد صورت گرفته. اگر نمره بین 2 تا 4 باشه از همه بهتره. بعد بررسی میکنیم تا ببینیم گردافشانی تا چه حد یکسان انجام شده. وقتی که در مسیر حرکت میکنید باید زنبورا رو در حال پرواز کردن ببینید. اگر اونا رو نمیبینید مشکلی هست. پیشنهاد میشه که گلها رو آخر روز که بسته میشن بررسی کنیم. باید در انتخاب گل دقت کنید. ما اینجا یک گل گیاه گوجه فرنگی داریم. گردافشانی بر اساس اکسیداسیونه. این نقطه های کوچک قهوه‌ای رو میبینید؟ این گل از نظر گردافشانی نمره 1 میگیره. شما لکه‌های سیاه رنگی اینجا میبینید. کسی که از علائم گردافشانی مراقبت میکنه باید بتونه گلا رو هم باز کنه، شاخک‌ها رو نگاه کنه و ببینه چه شکلیه. این یکی کمی بهتره. آره این بهتره، مثل موز قهوه‌ایه که اکسیده بله. شده. اگر این آخرین ارزیابی باشه من باید زنبورامو وارسی بکنم و کمی بیشتر از مواد دفع آفات استفاده کنم. اگه به بوته گوجه فرنگی نگاه کنی در پایین بوته 9-10 هفته پیش گل میداد، ولی قبلا اون بالا بود، درست زیر اون گل. پس سیستم به نوعی خودش رو میکشه پایین دیگه، مثل دستگاه تولید دائمی گوجه فرنگیه. تردید نیست که شما تو پرورش و بهبود گوجه فرنگی تجربه داشتین. منظورم اینه که این گلخونه که الان ما توش هستیم نتیجه ابداع و ابتکار شما بوده. کاش همینطور که میگی باهوش بودم و به همین راحتی به فکرم میرسید، ولی با یه عالمه مشکلات برخورد کردیم که باعث شد من بهش فکر کنم. ما اینجا تو کالیفرنیا گلخونه درست کردیم چون تو زمستون خیلی آفتاب داریم، ولی در ونکوور نمیشه بدون نور مصنوعی این کارو کرد. به همین دلیل کارو از اینجا شروع کردیم. یعنی اول گلخونه رو ساختیم و 4 سال روش کار کردیم. بعد مواجه شدیم با حمله مگس سفیدبال که ما اسمش رو گذاشتیم 11 آفت. بدترین مشکلی که داریم اینه که مگس سفیدبال حامل ویروسه. به همین دلیل همه محصولمون رو از بین برد و ما رو تقریبا ورشکست کرد. مگس سفیدبال آفتیه که به محصول خیلی آسیب میرسونه. ما با ماده آنکارسیا فرماسیا مگس سفیدبال رو کنترل میکنیم. این ماده تخم مگس سفیدبال رو از بین میبره، اما یه نوع حشره جدید ایجاد میکنه. برای دفع آفات باید بدونید چی دارید، چی احتیاج دارید، طرز کارش چطوره و کی کار رو باید انجام بدید. اگه گلخونه رو آفت بزنه، حالا بر اثر ویروس یا مرض، باید از بین ببریمش و تمیزش کنیم. خود همین کار $2,000,000 هزینه می‌برد. عجب. جنبه مهم دیگر کشت و کار گلخانه این مصرف آب و تداوم آن است. در محیط کالیفرنیا که گرفتار خشکسالی است، آب همیشه عنصر با ارزشی برای کشاورزی بوده و مدیریت آب دشوار است. به من بگید که در تأسیسات شما آب چطور مصرف میشه؟ 100% باهات موافقم. آب عنصر مهمیه. بدون آب هیچ موجودی زنده نیست و همه بوته‌هامون از بین میرن. بنابراین ما آب رو عاقلانه مصرف میکنیم. حتما میپرسید چطور این کار میکنی؟ اولا ما داخل گلخونه ایم، پس موقعی که بارون میاد وارد اینجا نمیشه. روی سقف بارون میباره. ما هر قطره بارونی رو که به سقف میخوره جمع‌آوری میکنیم. بعد اون آب بارون رو استریلیزه میکنیم، چون نمیشه اطمینان داشت که آب بارون حامل بیماری یا چیزای دیگه نیست. خیلی چیزا تو هوا هست که با بارون میاد پایین، بنابراین باید تمیز بشه. وقتی بارون کافی نیاد بقیه آب مورد نیازمون رو از چاه میگیریم. که اینطور. بنابراین باید مراقب باشیم که آب بارون تمیز بمونه. قدم بعدی اینه که آب رو با دقت مصرف کنیم تا هر قطره آبی که گیاه میگیره کاملا به مصرف اون گیاه برسه و هر مقدار آب که مصرف نمیشه بازیافت بشه و دوباره به مصرف گیاه برسه در دور بعدی. ما از کودهای سرشار از مواد مغذی استفاده میکنیم. به طور کلی چیزی که گیاه میگیره همون چیزی که انسان برای بقای خودش احتیاج داره.
ما از طریق پروسه‌ای که گفتم شاید 10% موادی رو مصرف می‌کنیم که یک کشاورز برای تولید همون مقدار محصول مورد استفاده قرار میده. فرض کنیم که ما امروز 100,000 گالن آب توی گلخونه مصرف کرده باشیم. پس گیاه 60% از اون آب رو مصرف می‌کنه و 40% بقیه هدر میره. به این ترتیب روزانه 40,000 گالن آب هدر میره. اما ما این آب رو جمع‌آوری می‌کنیم، تمیزش می‌کنیم و بازیافتش می‌کنیم. به این ترتیب تداوم آبرسانی به گیاه در گلخونه تامین میشه، چون اینجا در واقع بیابونه ولی کود هم هست، از نظر اقتصادی هم به صرف است. به هر حال ما مجبوریم این کار رو بکنیم، چون آب با ارزش‌ترین عنصریه که ما داریم. بذاریم راجع به درجه بندی این روش صحبت کنیم، چون به نظر میاد که جزئیات فنی توی این کار هست که کارشناسا باید روی اونها نظارت کنن. چقدر آسونه که مثلا یه نفر بگه من 1,000,000 دلار دارم و میخوام مجوز احداث گلخونه رو بگیرم و مثلا گوجه فرنگی بکارم، چقدر ممکنه؟ خیلی مشکل تر از اونه که فکر میکنی، چون خیلی جزئیات فنی داره. گاهی اوقات من در سمینارهایی در نقاط مختلف دنیا صحبت میکنم که استادهای دانشگاه‌ها و کارشناس‌ها اونجا هستن و سوالای سختی از آدم میپرسن که براشون جوابی نیست. البته یه سری ارقام تقریبی بهشون میدم، ولی در این حال بهشون یه چیزی میگم. میگم یادتون باشه هر تنظیماتی رو که تغییر میدید و هر تصمیمی که میگیرید باید یه قدم بذارید عقب و گیاهی رو که پرورش دادید تماشا کنید. و با این جمله تمام میکنم، میگم گیاه هیچ وقت دروغ نمیگه. درسته. اگه گیاه خوشحال و سرحال باشه سالمه، مثل آدم میمونه. وقتی به یکی نگاه میکنی و به نظرت مریض برسه، احتمالاً مریضه. تو آینده ابداع اختراع علم و فناوری چی خواهد بود؟ کار بیشتر با منابع کمتر، یعنی با نهادهای کمتر محصول بیشتر برداریم. برای این کار باید سیستم کشت و کاری ابداع کنیم که نیروی کار کمتری احتیاج داشته باشه ولی با کارایی بیشتر کار کنه، و به این ترتیب با هزینه کمتر یا برابر محصول بیشتری از اون چه حالا داریم برداشت میکنیم. واقعا امکان پذیر هست؟ ظاهرا شما همین حالا از حد اکثر امکانات دارید استفاده میکنید. بله ممکنه. البته بستگی داره به اینکه چه کار میخواید بکنید. کاری که 10 سال پیش میکردید با کار امروز خیلی فرق داره. همیشه هزینه ها رو به افزایشه، بنابراین ما باید حساب کنیم که یا باید قیمت محصولمون رو بالا ببریم یا هزینه هامون رو اینقدر پایین بیاریم که حداقل بتونیم با درآمدمون سر به سر بشیم. من به این گلخونه نگاه میکنم و همه جا گوجه فرنگی میبینم. شما بی تردید میتونید خیلی بیشتر از این محصول تولید کنید، اما افزایش گرسنگی در دنیا مسئله حادی شده. شما در این باره چی فکر میکنین؟ چطور ما باید با این مسئله برخورد کنیم؟ آینده جهان از جنبه گرسنگی چطور هست؟ یکی از چالش‌های بزرگ دنیای امروز از لحاظ غذا عدم توازن بین کشورهای غنی و فقیره. دلایل زیادی هم داره که خیلی‌هاش سیاسیه. کافیه که اخبار رو باز کنی و ببینی چه خبره. چون با این نوع فناوری و فناوری‌های دیگه‌ای که وجود داره توانایی اینو داریم که همه دنیا رو غذا بدیم. به راحتی امکان اینو داریم که حتی 2 برابر جمعیت دنیا رو تغذیه کنیم. این کار به پول و برنامه‌ریزی و بینش و بصیرت نیاز داره. ولی آیا ما به عنوان جمعیت جهان این موضوع رو به اندازه کافی جدی گرفتیم که با هم کار کنیم؟ جوری که به نفع هممون باشه؟ آیا میتونیم جوری این کار رو بکنیم که سودآور باشه؟ چون اغلب چیزی که فراموش میشه اینه که جنبه اقتصادی کاره. ببین این کار باید ثروت تولید کنه. دل من پیش مردمانیه که نمیتونن شکم بچه‌هاشون رو سیر کنن. من یک کم میتونم کمک کنم، تو یک کم میتونی کمک کنی، و اگه با هم کار کنیم، اگه هر کدوممون یک کم کمک کنیم، اون وقت کارهای خیلی بزرگی انجام خواهد شد.